من کسی تو میز مذاکره بحث آرمان و اصول میکنه، اصلا اینا چیزایی تو توهمات یه عده زندگی میکنن. سر میز مذاکرات با دیگران که سر آرمان و اصول اصلا نه اونا میخوان بحث کنن نه ما، اونا هم نمیخوان بحث کنن راجع به آرمان و اصول. تو دنیای امروز بحث منافع هست، هر کشوری دنبال منافع خودشه. تهدیدها، فرصتها و منافع مشترک یا منافع اختصاصی، اینا اساس بحث سیاست خارجی است. اصول، آرمان، اینا از جای بحث نیست اصلا. تو سیاست خارجی اینا بحث نمیشه. دشمن صریح نمیاد با آرمان ها معارضه صریح بکند فعلا. چرا؟ اگر ما عقب نشینی کردیم به صراحت هم میرسه. اما امروز اینجور نیست که صریح بیاد با آرمان ها معارضه بکند، شرط قرار بدهد. لکن باید هوشیار بود، فهمید که این پیشنهاد، این حرف، این اقدام از سوی دشمن با چه هدفی دارد انجام میگیرد. خب هیچ مسئولی معلومه راضی نیست، موافق نیست که در مقابل دشمنان کوتاه بیاد برای اینکه مثلا تحریم‌ها برداشته بشود یا کم بشود، از آرمان‌ها دست بردارند. خیلی خوب، حالا که اینجور است پس شما بیایید کاری کنید که کشور در مقابل تحریم‌ها مسئولیت پیدا کند. اقتصاد مقاومتی یعنی این. فرض را بر این بگذارید که دشمن برداشتن تحریم را متوقف به چیزی می کند که شما حاضر نیست اون را قبول کنید. اینجوری فرض کنید قضیه را، کاری کنید که تحریم بشود بی اثر. بارها ما گفتیم کاری کنید که وابستگی مالی کشور به نفت کم و کم و کمتر بشود. خب شما ملاحظه میکنید در ظرف مدت کوتاهی قیمت نفت رو به نصف میرسونن. وقتی ما وابسته به نفت باشیم خب مشکل برای ما درست میشود. این فکر رو باید کرد. مسئولین کشور از جمله بزرگترین مسئولیت هاشون همین است، کاری کنن که اگر دشمن دلش نخواست تحریم را بردارد، به رونق کشور و پیشرفت کشور و رفاه مردم ضربه‌ای وارد نشه.